یک قصر و هزار دریچه. شنونده های عزیز سلام، برنامه یک قصر و هزار دریچه را میشنوین. واو سر بخیزه که خیر ما باشه. بگیرین او جوانا، این دو تا ایش از تو. ما سنا جان این دو دانش هم از تو. چی لالو ماما، یعنی چی شهر بخیزه که خیر ما باشه؟ گوهی ضرب مسر شنیدین، میفهمین که داستانش چیست و چی مانا داره؟ تا آخر برنامه همراه لالو ماما و مهمانایش باشیم که همین رو بفهمیم و هم یکان موضوع دیگره. اوهو جواد، سر کدام و طلاق درخت چند تا چار مغز هنوزم مانده. اولا تو بگی کت سنگ بزنیمش که بفته. نه جواد، کت سنگ نزن، اگه شیشه قصر بشکنه مجبور تو زنده هستی ده تاوانش باغ قصر را جارو کنی. اوه میمانای گلم، چشم و چراغ دلم، خوش آمدین. خوش باشی لالو مامای مهربان. ما که می آمدم کدام چیزی می گفتین؟ بگوین که ما هم بفهمم. لالو ماما، جواد اونو چار مغزاره در طلاق درخ دیده دانش او پر شد، ایران مانده که چطور واره بکنه و پایین کنه. از شما چی پد؟ او چار مغزاره باغوانای قصر هم نتانستن که بکنن، بسیار بلند است و دست آدم نمیرسه. الا الا او رو بگین راقا دمو شاخی که چار مغز زنگ داره. او نه الا که چار مغز ها پایین رفتی. واو شر بخیزه که خیر ما باشه. اینه بگیرین او جوانا، این دو تایش از تو. ما سنا جان این دو دانش هم از تو. چی لالو ماما، یعنی چی شر بخیزه که خیر ما باشه؟ ای چی مانا داره؟ تو خودم یه هر گفت فلسفه میکشی، بان که چار مغزه بخوریم. بیاین بیاین که درون دالزای قصر بریم، باز میگم که ای چی مانا داره. بگو دیگه لالو ماما، که چرا میگن شهر بخیزه که خیر ما باشه؟ از شما چی پد؟ یعنی وقتی که در کار جنگ و جنجال است اما دو یک خیر باشه و یک فایده به ما برسه، اونم اونجاست که میگن شهر بخیزه که خیر ما درش باشه. مثل که زاغا جنگ کردن و ما چارمغز خورده. خیلی چی رایی تو میگن؟ لالو ماما بگی به امی فیلسوف خانم یک دریچه واسکو کو که صحیح بفامه. او جوان پرسان عیب نداره و فامیدن تاوان. اینه اینی دریچه را واز میکنم که خوب بفامین. چرا میگن که شر بخیزه که خیر ما باشه؟ بشنوین. اینه بیبی جان، یام پیاله چایت بگیو کتایم توت بخو. خوب بچه، چی گپ است که تو خوش خدمتی داری؟ ای چای ایلدارو، ای توتو، ای پایتاو گرم. ای تو هست که دیروز گفتی باز برام قصه یک ضرب المثل میگی. این حال بگو که وقتش هست. کدام ضرب المثل بچه؟ امو که گفتی چرا میگن شهر بخیزه که خیر ما باشه. او را میگی. اینه گوش کن. تو بود که در یک شار یک قاضی عادل بود که همیشه فیصله به حق میکرد. امو بود که زوراوارا و آدمای قدرتمند که تشخیر شدن. خو بیبی جان باز دیگه چی شد؟ امو بود که یک روز یک دوز زورگوی تصمیم گرفت که گو قاضی را که کل داراییش بود دوزی کنه. همو شب یک آدم قدرتمندم که از عدالت قاضی ناخوش بود تصمیم گرفت که قاضی را از بین ببره. اونه که شو شد و اردویش در نزدیک خانه قاضی یکی دیگر را دیدن. کیستی؟ به این وقت شویجا چی میکنی؟ با تو چی؟ خودت کیستی؟ ما که تو کار ندارم، آمده ایم که گو قاضی را دوزی کنم که سر صبح خودش و اولاداش گوش نبانند. خو خیر، کار ما تو یکی است. ما هم آمده ایم که قاضی را بکشم. اول من میرم که گو قاضی رو دوزی کنم، باز کار من که خلاص شد تو برو قاضی رو بکش. نه اگه تو بری و گو بیرون کنی گو سر صدا میکنه و قاضی بیدار میشه.
اول ما میرم قاضی رو میکشم، باز تو گاو دزدی کو. نه اوتو نمیشه، تو که قاضی رو بکشی کلگی بیدار میشه، کار ما میمونه. ما خودم اول آمده بودم، اول میرم که گاو قاضی رو دزدی کنم. تو گپ سرزوری میزنی، اول آخر نداره. اول ما آمده بودم قاضی رو میکشم، باز تو کارت بگو. قرار باش ولگی قدم اومد پیشم رفته بود، ولگی بیدار میشه، ولگی بانم کمی کلگی هم بیدار شده نمیمونه. باشو اول خودم میرم. یا خانه اینا گفتم خو بی بی جان، باز دیگه چی شد؟ تو شد که در سر و صدای دو نفر هم قاضی بیدار شد و هم مردم ده. همو بود که هر دویشان دزگیر کردن. خو خیر، شکر که قاضی نجات یافت. آه، قاضی وقتی که پرسان کرد که چی گپ است، فهمید که اگه ای دو نفر جنگ نمی کردن و خپ و چپ می آمدن، اونا خدای ناکده قاضی رو میکشتن و گوش رو میبردن. باز قاضی به مردم گفت شهر بخیزه که خیر ما باشه. داستانی ضرب المثل خوب بسیار جالب بود. این حالا که رفتم به دیگه بچه هم قصه میکنم. آه بسیار خوبش بود. حال فامیدین اوجوانا که دیگان شهر خیر رو میباشه. باش ببینم که باز که از تلفنم پیام روان کده، باش که برش نوشته کنم که خودم که باز آمدم برات خانه پوریش میکنم. ای لالو موم یکان پیام کنی داره. کی هست لالو موم؟ ای دیگه راز هست با ما نمیگه. نه نه اوجوانا، شما چی پود؟ ای تو که شما فکر میکنی نیست، بیادرزاده ایم هست. چی میگه لالو موم؟ میگه بیا و امرای ما امی فرم تذکره را خانه پوری کو. نمیفهمه که در جای ملت چی نوشته کنه. آراستی لالو ماما، ما هم نمیفهمم کمی ملت چی مانا داره. خی تو چی را میفهمی؟ خی که تو میفهمی بگو که ما هم بفهمم. والا چی دروغ بگویم، ما هم نمیفهمم. خیر است، بیاین که پیش بابا کیم در کتاب خانه بریم و از او پرسان کنیم. زنده خوب باشی لالو ماما، برو که بریم. سلام علیکم، اجازه است بابا کیم؟ بیاین بیاین، خودت صاحب اجازه هستی، خوش آمدین، صفا آوردین. زنده باشی بابا کیم. شما زنده باشین. اینجا پیشوریم بالا، این چاکی بشینه، این چاکی رو اینم اینجا اینه، ما پالوی بابا کیم میشینم، شما هم بیاین این طرف بشینه. خو ایرا بگوین که چطور خبر گرفتن ما آمدین؟ فکر میکردم بیخی از یادتان رفتیم. چطور؟ خدا نکنه بابا کیم. بابا کیم، این میمان ها امروز یک سوال دارن، آمدن که از خودت پرسان کنن. بفرماین، ما در خدمت. چی سوال است؟ بابا حکیم، امی کلمه ملت از رادیو و تلویزیون مشنایم، خو مانایش صحیح نمیفهمیم. خو درست است، این کتاب از این تاقچه بگیرم، اما چیز در این کتاب است. آها، اینجا است. خو بگو بابا حکیم، مشنویم. گوش کنین، در اینجا اینتون نوشته شده. ملت با یک جمع انسان ها گفته می شود که دارای فرهنگ، تاریخ و کشور مشترک باشند، ارزش های ملی مشترک داشته باشند، از یک قانون و دولت مشخص پیروی کنند. چطور بابا حکیم؟ صحیح نفهمیده. گوش کن، مثلا در افغانستان قوم های مختلف مثل تاجک، پشتون، ازبک، هزاره، ایماق و همه تا دیگه مردم ها مثل هندو و سک از قدیم زندگی می کنند که از سالهای زیاد در کنار همدیگر در می خاک و وطن بودند. رسم و رواجهایشان هم تقریبا یک سان است و در روزهای سخت به یکی دیگه خود بازو دادند و کمک کردند. این امیر میگن ملت. آل سیف امیدام، یعنی کل مردم افغانستان ملت افغانستان هستند. بله بیخی صحیح گفتیم. از هر قوم و زبان که باشند، چون در یک کشور زندگی میکنند، از یک دولت و قانون پیروی میکنند، پس ملت افغانستان هستن. خیر ببینی بابا حکیم. لالو ماما، بریم که اینال سنا دیگه سوال میکنه که چرا ریش بابا حکیم سفید است. درست است، میرم که بابا حکیم
مطالعه و کارهای دیگه داییم کتاب خانه داره. بریم بخیر. بریم بریم. خدا حافظ بابا حکیم. برین پناهتان به خدا. خدا عمرت دراز کنه لالو مامای مهربان. امروز بسیار گپاره یاد گرفتیم. آ لالو ماما، قصه ضرب المثل که میگه شر بخیزه که بخیر ما باشه بسیار جالب بود و به دیگه رفیقای ما میگم. ماما نه ملته، به دیگه خورخندای ما میگم. آ اما تو که ما کل مردم افغانستان یک ملت هستیم، چون در یک کشور زندگی میکنیم، از یک قانون و یک دولت پیروی میکنیم و سالای زیاد از همینجا بودیم. میگم نام خدا، شما خود کل گپارا صحیح بیادارین. آفرینتان جواد، بخیالم که دلت برفتن نیست. بریم که نوخ میشه. اینه میریم. بامان خدا لالو ماما. پناهتان به خدا. شنوندای عزیز، برنامه قصر هزارداری چرا که شنیدین عبدالصبور جانباز در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کرده بود. اگر شما هم میخواین که خاطرات جالب، قصه های فرهنگی و دستاوردهایتان از طریق برنامه های ما به نشر برسه، به شماره 020-24-05-101 تماس بگیرین و پیامتان به ما برسانید.